Breivik, who killed 77 people in 2011. دی اساساً چه تناسبی وجود داره؟ من ابتدا سلام میکنم به شما و شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستن. ببینید، ما اگه یه زمان بذاریم برای اینکه تشخیص بدیم تفاوت هزینه زندگی، ارزش نیروی کار و اینکه واقعاً کارگرها در چه حالتی هستن، اصلاً انگاری که ما از دو تاریخ قبل و بعد صحبت میکنیم. یعنی اگه نگاه بکنید به دهه 80، حداقل دستمزد باهاش میشد یه خونه اجاره کرد، میشد باهاش حداقل‌های زندگی رو داشت، نه که بسیار بالا بود، ولی با این وضعیتی که امروز ما میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست. چون اون موقع شما نگاه میکنید میتونستن کارگرها در شهرها خونه داشته باشن، در حتی مراکز تجاری خونه داشته باشن، چیزی که امروز ما حتی صبح هم میبینیم یکی از مشکلات اقتصادی که خود رسانه‌های رسمی هم اعلام کرده عدم وجود کارگر در بعضی از قسمت‌های صنعتی، بخاطر اینکه اصلا نه مسکنی وجود داره نه امکانات اجاره مسکنی وجود داره. یعنی در این 20 سال گذشته اگه ما نگاه بکنیم یک سیر سودی بسیار بالایی رو ما در وضعیت اقتصادی کارگری میبینیم. آقای کوهستانی نژاد، 9 دهک از 10 دهک جامعه به زیر خط فقر سقوط کردن. صرفاً افزایش دستمزد آیا چاره مشکلات کارگران رو میکنه؟ اونها رو به بالای خط فقر میرسونه؟ ببینید، اینکه کلاً افزایش دستمزد و خط فقر رو ما باید ازش فاصله بگیریم و بیشترش هم نگاه کنیم. ببینید، تئوری‌های اقتصادی درست کردن که 1، 2، 10، 10 دهک اصلا معنی اقتصادی هم نداد، ولی اون زمان میخواستن نشون بدن که حداقل‌ها یک طبقه